Αυτό με ανημερώνει ένα ζουτοπία. سرعت آهنگ با ایفکتور کم کردم که متوجه بشین چی میگه. شهر زوتوپیاست. ببینید همونطوری که توی قسمت قبل اون مربیشون توی اداره پلیس گفت چند تا آب و هوای مختلف تشکیل شده. این قسمت رین فارست دیستریکت، دیستریکت یعنی منطقه رین فارست، جنگل های بارانی. اینور تاندرا تاون، تونجا میبینید که هیچ درختی نیست، یخبندانه و باد سرد. اینجا سهارا اسکوئر و حالا قسمت های مختلف دیگه که نگفت، هم خیلی به صورت مشخص تو این تصویر معلوم نیست. I messed up tonight. Mess up میشه گند زدن، توی کاری بری اصلا قشنگ خرابکاری کنی بیای بیرون میشه I messed up. I lost another fight. یه جنگ دیگر از دست دادم، باختم. Lost به معنی باختن، به معنی گم شدن، به معنی گم کردن هم هست. I still mess up. همچنان گند میزنم. But I'll just start again. بازم شروع میکنم دوباره. I'll هم میگن I'll، مثل آلپاچینو I'll. But I'll just start again. I'll هم میگن، چون میخواییم میگیم آزمون آیلز، میگیم آیل. اون آیل اول آیلز رو میتونیم بگیم بچه تلفظ این. But I'll just start again. جو فشم درست. I keep falling down. فال یعنی افتادن، من ادامه میدم که زمین بخورم، یعنی انقدر ادامه میدم هر چقدر زمین بخورم اهمیت نمیدم. I keep on hitting the ground. Hitting ground میشه زمین، میگه من ادامه میدم به زمین میکوبم. I always get up now to see what's next. من همیشه بلند میشم ببینم حالا چیز بعدی چیه. Birds don't just fly. Birds پرنده ها don't just fly یعنی همینجوری یهویی شروع نمیکنن پرواز کردن، همینجوری پرواز نمیکنن. They fall down and get up. اونا میافتن زمین و دوباره بلند میشن. Nobody learns. ببینید nobody هم اس سوم شخص میگید، اینم دقت کنید. داشتیم each, either, neither و neither، اون چهار تا اینا اضافه کنید بهش تو ذهنتون. nobody کلا نو وقتی بیاد اونم اس سوم شخص میگیره فعلش. nobody learns هیچ کس یاد نمیگیره. without getting it wrong بدون اینکه اونو اشتباه برداشت کنه. to get something wrong means یعنی اینکه یک نفر یک چیزی برای شما توضیح میده، مثلا معلمتون درس توضیح میده، شما اونو اشتباه برداشت میکنید. you get it wrong یعنی اشتباه اونو یاد میگیرید. چند بار که اشتباه یاد میگیرید یاد میگیرید اینجا اینجوری نبود، اینجوری بود، بعد یادش میگیرید. منظورش اینه. I won't give up, no I won't give in. Give up و give in جفتش به معنی تسلیم شدنه. یه تفاوتای خیلی ریزی داره که اصلا مهم نیست، شاید حالا توضیح دادم بعدا، ولی جفتش رو مترادف بگیرید. give up و give in یعنی تسلیم شدن. till یعنی تا وقتی که. I reach the end برسم به تهش. And then I'll start again. I wanna هم want to که میدونید try everything. Even though حتی اگر I could fail یعنی شکست خوردن. اینجا به جای could میتونست can هم بگه. اینجا could گذشته can نیست، اشتباه نکنید. اینجا fail حاله، میتونست بگه can. I could fail یکی از کاربردهای could اینه که به جای can به کار میره.
کیپ آن یعنی ادامه میدم به یک انجام یک کاری و معمولا بعد و همیشه بعد از کیپ آن فعل به صورت ing دار میاد. چرا؟ چون کلمه قبل از فعل یک حرف اضافه است. ما بعد از حرف اضافه همیشه اسم داریم، اگر فعل باشه ing بهش میدیم که بشه اسم. اوکی؟ keep on making those new mistakes. Making mistakes. برای mistakes کلمه make استفاده میشه. ما تو فارسی میگیم اشتباه میکنیم دیگه، اونا میگن mistake رو make میکنیم. ما یه جوری اونا میگن ما اشتباه رو میسازیم. کلمه make یعنی ساختن دیگه. Those new mistakes. اینجا این حیوان اسمش چیه؟ اسب دریایی. هیپیپارامس. یه بار دیگه گوش بدیم با هم. هیپیپارامس. هیپیپارامس. اسب دریایی، اسب آبی. اینجا نوشته fresh squeezed acacia juice. juice که میشه آب میوه. fresh میشه تازه. squeezed میشه، ببینید squeeze تا اینجا این یه فعله. خب شما پرتقال رو نصف میکنید، یه نصفش رو میگیرید دستتون، با دستتون فشار میدید، آبش رو میگیرید. به این عمل میگن squeeze کردن، استران چلوندن. squeeze کردن تو مذاکرات هم استفاده میشه. اصلا میگن طرف وقتی میاد مذاکره کنه، طرف مقابلش رو تا جایی که میشه میچلونه، تا جایی که میشه میدوشش طرفو. دیدی مثلا میگه اون فوشنده آدمو تیغ میزنه تا ته آدمو مثلا میدوشه، اسکویز میکنه. عین یه پرتقالی که انقدر فشار بدی تا آخرین قطرهشو اسکویز کنی. پس اسکویز یعنی اسکویزد جوس، منظورش آب میوه طبیعیه. I'm Gazelle. Welcome to Zootopia.